گسترش دامنه اعتراضات در ایران. بعضی از معترضان روسری‌هایشان را آتش زدند، در بعضی نقاط هم عکس مقامات را پایین کشیدند. آیا افزایش تهدید و فشار می‌تواند حرکتی را که آغاز شده متوقف کند؟ این موضوع گفتگوی 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب سرگذشت دختر کردی که سفر به تهران آخرین مسافرت زندگیش شد. آیا مهسا امینی بیمار بود؟ نشست مجمع عمومی سازمان ملل زیر سایه اعتراضات بین‌المللی به جمهوری اسلامی. بایدن گفت کشورش کنار زنان ایران نیستد. رئیسی آمریکا را به برخورد دوگانه متهم کرد. Citizens of Iran. This is a message from Anonymous. جنگ سایبری همزمان با اعتراضات خیابانی. Anonymous سایت‌های حکومت ایران را هک کرد. حکومت هم دسترسی به اینترنت را به شدت محدود کرد. و خانواده همخوانان جاز ماگما و بغازچی در ترکیه اجرایش را به مهسا و همه زنان ایرانی تقدیم کرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد. در زاهدان زنی دیگر گیسوانش را برید. در جزیره قشم زنی روسری آتش زد و در کرمان زنان و مردانی پوستر قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند. تنها چند ماه از مانور تبلیغاتی سلام فرمانده می گذرد. دهه 90 هایی که به صف می شدند تا به فرماندهشان سلام نظامی کنند. حالا بسیاری از دهه 80 ها تمام قد علیه تمام آنچه که بیش از 43 سال هویت جمهوری اسلامی را تشکیل داده صف کشیدند. جوانانی جسورتر از نسل های قبل، جوانانی که از جمهوری اسلامی عبور کردند. به اعتقاد بعضی از ناظران امروز در ایران شاهد شکل گرفتن یک ابر جنبش هستیم. حرکتی متشکل از جنبش زنان که توانسته دیگر گروه‌ها را به حرکت وادارد و با عبور از مباحث طبقاتی، قومی و منطقه‌ای جنبشی فراگیر شکل دهد. جنبشی که در پی برابری است، شعارهای پیشرو می‌دهد و در پی شیوه‌ای از زندگی است که با ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد است. بسیاری معتقدند اعتراضات امروز از جنسی متفاوت است و به نقطه‌ای برگشت ناپذیر رسیده. آیا چنین است؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم، اما اول نگاهی بکنیم به تحولات امشب. مریم افشنگ همکارم این خبرها رو دنبال کرده. مریم، به نظر میاد که اعتراضات کماکان ادامه داره، گسترش پیدا کرده، هرچند که نمی‌دونیم آیا پرجمعیت‌تر از دیشب بوده یا نه. دقیقاً همینطوره. نکته‌ای که مهمه اینه که چیزی که مشخص از ویدیوهایی که داره به دست ما میرسه خشونت بیشتره و اینکه نیروهای یگان ویژه و نیروهای امنیتی اجازه تجمع رو نمیدن به تجمع کنندگان. رانا، صبح مثل دیروز تصاویری داشتیم از دانشگاه‌ها، از دانشجویانی که معترض بودن، مقنعه‌های خودشون رو آتش زدن در دانشگاه الزهرا و در دانشگاه علامه و در دانشگاه سمنان و در چندین دانشگاه دیگر. ولی از بعد از ظهر هجوم ویدیوهای از سراسر ایران، از گوشه کنار ایران و شهرهایی که دیشب یا خبری در آنها نبود یا ما ویدیویی به دستمون نرسید. میتونیم شروع کنیم با ویدیویی از تهران. تصاویر دیگه‌ای که به دست ما رسیده، همینطور که خودت هم اشاره کردی، از کرمان هست. تصاویری است واقعا نمادین از زادگاه قاسم سلیمانی و تصاویری که نشون میده که معترضان در واقع تابلو و بیلبوردهای قاسم سلیمانی رو با آتش کشیدن. ببینید با هم.
تصاویر از شمال و جنوب ایران، از شرق و غرب همینطوری به دست ما میرسه. تصاویر از جزیره قشم داریم، دیشب از کیش بود، امشب از قشم ببینیم. مریم، چیزی که جالبه اینه که به نظر میاد که بسیاری از معترضان به سنشون پایینه، حتی بعضا به نظر میاد که نوجوان هستن، نوجوانهایی که جانشون رو بعضا به خطر میندازن با شرکت در این اعتراض. دقیقا همینطوره، حضور بسیار پررنگ، در واقع میشه گفت بچه هایی که در خیابان هستن و ما گاهی حتی مادرانشون رو هم در کنارشون میبینیم. قشم تصاویری بود که معترضان تونستن در واقع روسری های خودشون رو به آتش بکشن. بریم آمل که فضا امنیتی تر هست. ببین تصاویر همینطور داره میاد و نشون میده که امشب خشونت بیشتر بوده. و خبر جالبی هم که من دیدم این بود که نخستین مأموریت یگان زنان امروز اولین بار کار خودش رو آغاز کرده و در واقع اعلام آمادگی کرده به دلیل حضور پررنگ زنان. صدایی از سرهنگ حیدری رو بشنویم. امروز اولین حضور یگان زنان ویژه فراجا در کنترل ناآرامی ها بود به عنوان اولین مأموریت رسمی خانم ها بود. خب حضور خانم ها اهمیت زیادی داشت به خاطر اینکه ما در بین جمعیت به اصطلاح فرهم زننده نظم و امنیتی که اینجا حضور پیدا کردن، متاسفانه خانم هایی رو داشتیم که بخش به عنوان لیدر طراحی و حضور پیدا کرده بودن، تبلیغات انجام میدادن، متاسفانه شعار میدادن، لذا با هدف اینکه به هر حال سیانت هم بشن و برخورد با اون توسط پلیس زن صورت بگیره، یگانه ویژه زن حضور پیدا کردن. دستگیری ها برخورد با خانمهایی که بر هم زننده نظم و امنیت بودن کاملا توسط ما یگانه زنان انجام شد. من هم چیزی که جالبه که این عمده اعتراضاتی که ما امروز شاهدش هستیم در اعتراض دقیقاً به وجود چنین نهادهایی هست. گشت ارشاد و خشونتی که توسط گشت ارشاد علیه زنان اعمال میشه و پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات معترضان اینه که یگانهای ویژه زنان رو بفرسته به خیابون‌ها. دقیقاً اگرم یادت باشه صبح در یکی از برنامه‌های خبری گفتیم که وزیر ارشاد گفته بود که دارن ابلاغیه جدیدی میفرستن که در واقع این نیروهای گشت ارشاد یه مقداری سیستمشون تغییر کنه و این خشونت‌ها رو دیگه شاهدش نباشیم. اما عملاً در عمل اتفاق دیگری داره میفته. بعضی از فیلم‌هایی که میرسه واقعاً مثل مستندهای بسیار کوچکی است که روایت آن چیزی هست که در خیابان‌ها داره میفته. بریم قرچک. اول فصل. یا خدا، یا خدا، وای وای ساچمه‌ایه سر تو بدوست. یا علی، یا قمر بنی هاشم، خدایا بر نفهم رو خدایا. او افتادی فوی. زدنش صدا داره ها فرد نگاه نزم فوی. بعد درگیریه با ببین چه خبره، یکی کتی یکی میزدن بله بمیرم فوی خدا با. سنگ به دست همه، گفتم بد اینجا داره شلوغ میشه، آقتش کن.
مریم، علاوه بر نیروهای امنیتی تصاویری هم منتشر شده که البته ما هنوز بهش دسترسی نداریم، تلاش میکنیم که نشون بدیم که طرفداران حکومت هم در قرچک سرشون به خیابون اومدند و با شعار در مشهد به خیابون اومدند و هیدر گویان دارن در خیابان راهپیمایی میکنن. اما فقط در مشهد نیست، در چند شهر دیگه هم طرفدارای حکومت حضور دارن. صبح هم در دانشگاه تهران طرفداران حکومت در دانشگاه بسیج دانشجویی تجمعاتی رو برگزار کرد. تصاویر دیگری ببینیم از سردشت. ببین، سردشت جزو شهرهایی بود از کردستان که در روزهای گذشته ما تصویری نداشتیم، در حالی که از صقه، سنندج، دیوان دره و بسیاری از شهرهای دیگه آذربایجان غربی و کردستان، استان خراسان تصاویر زیادی میرسید. علارغم اینکه اینترنت کنده، ولی باز این تصویر امروز از سردشت به دست ما رسید. و آخرین ویدیویی که من انتخاب کردم تصاویری است از زاهدان که باز هیچ تصویری تو این روزها ازش نداشتیم. این تصویر واقعا زیبایی است که زنی بالای ماشین رفته و موهاش رو داره کوتاه میکنه و قیچی میکنه. می‌دونم که کماکان اعتراضات ادامه داره، تصاویر هم بیشتر منتشر خواهد شد که ما در بخش‌های بعدی منتشر خواهیم کرد. متاسفانه اینستاگرام در ایران فیلتر شده، اما ما اینو در شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی فارسی هم قرار میدیم. متشکرم از تو مریم افشنگ که با ما بودی. اما برای گفتگوی بیشتر در این باره ماندانا خضرایی خواننده و ترانه‌سرا از واشنگتن با ماست و همچنین فرشته مولوی نویسنده از تورنتو کانادا. خانم مولوی، ابتدا می‌خوام با شما شروع بکنم. شما توییتی زدید، نوشتید امروز راجع به اینکه در اینستاگرام نوشتید مبنی بر اینکه انصاف نیست، منی که از 57 زخم یا روسری یا توسری رو کهنه کردم، حالا که روسری سوزانه نتونم کنار این دخترها و پسرهای پردل باشم. ما خواستیم و نشد، باشد که این نسل بخواهد و بشود. چه احساسی دارین از تماشای اتفاقاتی که در ایران داره میفته؟ سلام میکنم به شما و بینندگان و شنوندگان شما، و اجازه بدیم که من کوتاه به از جایگاه یک زن مادر و یک ایرانی به خانواده جینا امینی تسلیت بگم. خب ببینیم، من فکر کردم که در همین کوتاه ترین کلام آنچه که این روزها درگیرش هستم رو بیان کنم، و همین واقعیت اینه که نسل من که در انقلاب حضور داشت از همان تظاهرات خیابانی سال 57 با ماجرای یاروسری و یاتوسری، یعنی پدیده بسیار غریبی بود برای ما در اون موقع و بعد کم آشنا شد، تا اکنون که به هر حال رسیدیم به این نقطه، خب درگیر بوده. واقعیت اینه که بسیار هم شگفت زده هستم، هم شادمان هستم و هم حسرت این که چرا من در کنار دخترها و پسرهای خودم نیستم، که به ویژه وقتی که اون روسری که با ما به نام توسری شروع شد الان با آتش سپرده میشه. خانم خضرایی، شما خواننده هستید و به عنوان یک زن اجازه خواندن ندارید در ایران، باید صداتون زیر صدای یک مرد باشه یا تنها برای زنان بخونید. اول میخوام احساس شما رو بدونم از آنچه که امروز در ایران داره اتفاق میفته. درود بر شما، درود به مردم آزادخواه و آزاده ایران، و درود به مهمان دیگر برنامه‌تون. اولا من هم به سهم خودم
این اجازه رو میخوام که تسلیت بگم خدمت خانواده محترم امینی و شاد باش بگم به مردم ایران که این چنین شکوهمند برخواستن. جینا خوابید در خاک، اما از خاک جینا جوانه ها برآمد، جوانه هایی که دیگه نمیشه جلوی رویششون رو گرفت. من بسیار خوشحال هستم از دیدن این همبستگی که واقعا دیده نشده، همبستگی که در اعتراضات گذشته ما این چنین مردم ایران رو در کنار هم ندیدیم، در کنار زنان ندیدیم. این رنج 40 و چند ساله رو به پایانه به نظر من، و دیگه از نظر من نمیشه جلوی این رودی که راه افتاده. خانم مولوی، تفاوتی به چشم میخوره بین نسل دهه 80ی هایی که امروز در شهرهای مختلف ایران میبینیم که جسور گیسوانش رو میبره، روسریش رو آتیش میزنه؟ شاید برای نسل‌های قبلی چنین تصاویری و چنین اقداماتی حتی قابل تصور هم نبود. فکر می‌کنید که چه اتفاقی افتاده که به چنین نقطه‌ای رسیده جامعه جوان ایران؟ ببینید، خب زمانه همچنان که دگرگون میشه، به هر حال آدم ها تغییر میکنن، ارزش ها تغییر میکنه، و البته که خب همچنان که میدونید علم و تکنولوژی هم تغییر میکنه. واقعیتش اینه که اگر که ما به این سیر تاریخی جنبش های اعتراضی مردمی پسا مشروطه خودمون نگاه کنیم، خب یک زمان درازی طول کشیده تا ما رسیدیم به این بره و نقطه که بسیار یعنی امید بخش و زیباست. و زیباییش هم حالا اگر که فرصت بشه درباره شعارش صحبت بکنیم رسیدیم. خب خیلی چیزها تغییر کرده در دوره ما هم، ولی من مایلم گواهی بدم به این که در انقلاب 57 به هر حال یک شعار پایه‌ای داشت که آزادی بود. یعنی حالا اینکه چه شد بعدها یک بحث دیگری است، ولی به هر حال آزادی بود شعار پایه‌ای اون زمان. و در همون زمان هم خب همونطور که گفتم پدیده حزب الله و بعد ماجرای تظاهرات زنان در سال 57 و همه این سالهای بعد و جندالله و گشت ارشاد و رسیدیم تا حالا الان به ماجرای سپیده رشنو و جینا امینی، اینها خب یک هزینه های گزافی داده شده و یک تجربه های پشتش بوده، و بنابراین البته که این نسل جوان با نسل سال 57 تفاوت های بسیار داره. اما نکته اصلی اینه که هر نسلی به فراخور امکانهایی که داره، به فراخور اون افقی ذهنی که داره پاسخ میده به اصطلاح به نیازهای زمانه. و من فقط میتونم بگم که امیدوارم که نسل جوان امروزی از تمام امکانهایی که الان در اختیارش هست استفاده بکنه، بهره بگیره برای پایداری در برابر این یعنی رشته ای از ستمهای 40 و چند ساله که همونطور که گفتم اینطور نبود. به هر حال در اون یعنی در تمام این گذر این سالیان بسیار کسانی بودند که خواستند که این به اصطلاح چرخه ویرانگر رو بشکنن، این سطح رو بشکنن، و نشده تا به حال. و من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم که نسل جوان این توانایی و این پایداری و پیگیری رو داشته باشه که بتونه و حتما میتونه. یعنی اراده هست، انگیزه هست، تنها چیزی که ما بهش نیاز داریم اینه که پایداری و پیگیری داشته باشیم، و بعد البته خب برنامه و سازماندهی. خانم خضرایی، پیگیری، برنامه، سازماندهی، واقعیتش اینه که به هر حال در طرف مقابل معترضان ایرانی با جمهوری اسلامی طرفند که ناآشنا نیست به اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی و دست بالایی داره در سرکوب و خشونت. آیا فکر می‌کنید که معترضانی که ما امروز در خیابان می‌بینیم آدم‌هایی هستند که از خواستشون به راحتی دست بکشند؟ نه، به باور من نه. ببینید،
اون دخترانی که روسریهاشون رو در خیابون بر میدارن با اینکه میدونن براشون ممکنه که چه عاقبتی داشته باشه و با آتش میکشن، اینها به معنی واقعی کلمه جان بر کف هستن. چیز دیگه برای از دست دادن ندارن. 43 سال ظلم، 43 سال بیعدالتی دیگه خفه کرده مردم رو. حالا گذشته از داستان حجاب اجباری و داستان آزادی، فقر، فلاکت، بیکاری، همه اینها مجموعه ایست که این آتش زیر خاکستر رو اینچنین به خیابون‌ها کشونده. و باز میگم به باور من این رود رو نمیشه دیگه جلوش رو گرفت. مردم چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن. امروز ژنا رو در خیابون کشتن، فردا شاید خواهر من باشه، دختری که از همین عزیزان باشه. هیچ حساب و کتابی نداره. اینقدر این حکومت وحشیانه و بیرحمانه به جون مردم میتازه و هیچ انسانیتی در کار این حکومت نیست. و میگم مردم دیگه جونشون رو کف دستشون گذاشتن، چی برای از دست دادن دارن؟ من فکر میکنم مردم بمونن و ما باید دست در دست هم بدیم. ما همدیگر رو داریم، ما مردم همدیگر رو داریم و ما مردم امید رو داریم. با امید و دست در دست هم این بار نباید بگذاریم که این موج دوباره خاموش بشه. این بار این موج باید برسه به جایی که آزادی که حق مردم ایران هست به ایران برگرده. خانم خسروی، شما میدونم که اثر جدیدی هم منتشر کردید که ما در ادامه برنامه خواهیم شنید. متشکرم از شما ماندانا خسروی و فرشته مولوی، ممنون که با ما بودید. و اما مسعود سفیری، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ماست. آقای سفیری، امروز آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کرد، در اون کوچکترین اشاره‌ای به این اعتراضات نکرد. آقای رئیسی سخنرانی کرد درباره عدالت پروری جمهوری اسلامی، داد سخن گفت در سازمان ملل. به نظر میاد که مقام‌های ایران کماکان یا باور ندارن به اعتراض‌هایی که امروز شاهدش هستیم، یا اینکه فکر می‌کنن که با نادیده گرفتنش قابل حل. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان برنامه شما. اجازه بدین که به سهم خودم تعظیم کنم در برابر این همه شجاعت، صراحت کلام و این نسلی که در واقع بدون لکنت زبان با شجاعت تمام درخواستاش رو مطرح میکنه. ببینید، نکته‌ای که وجود داره، جمهوری اسلامی در واقع تاکتیک رو در برابر تاکتیک انتخاب کرده، اینکه نادیده گرفتن این ماجرا تا به یک نقطه‌ای که اون رو امنیتیش بکنه. اگر امروز ستاد ویژه زنان رو یا نیروی انتظامی آورده برای مقابله، در واقع در توجیه این ماجرا آورده که این ماجرا یک ماجرای ملی نیست، این ماجرا یک ماجرای فراگیر ایرانی نیست، این ماجرا یک ماجرای صنفی بین خانم‌ها، بنابراین بین زنان ما این رو حل می‌کنیم، در حالی که اینجوری نیست. شعاری که انتخاب شده به عنوان زن، زندگی و آزادی، یک شعار سپاهی است در برابر شعار مثلثی که آقای خمینی ساخته بود در انقلاب 57 به نام زن، به نام جمهوری، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ببینید، فقط اون آزادیش مونده که رفته ته سر. زن آزادیش رو میخواد، زندگیش رو میخواد، با این نمیشه مقابله کرد. اتفاقی که در ایران داره میفته، کل منطقه خاورمیانه رو قطعا تحت شعاع قرار خواهد داد، قطعا برای زنان دیگه در منطقه الگو خواهد شد و جهان هم نمیتونه فراموش کنه. امروز رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل، در حالی که رئیس جمهور ایران از این ماجرا چشمشو بسته بود و حرف نمیزد، حمایت کرد. این حمایت‌های جهانی در برابر چشم جهان خیلی نکته بسیار مهمیه. من در ادامه مایلم که به یک دو نکته اشاره کنم. شما سوالتون رو بفرمایید، بعد من در بفرمایید. ببینید، من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، اونم این هستش که ما در مرحله‌ای هستیم، ملت ایران در مرحله‌ای هست که باید نخبگان ایرانی به این صف بپیوندن. من روی سخنم با کسانی که سکوت اختیار کردن در جریان اصلاح طلبی یا دارن تقلیلش میدن این ماجرا رو به یک خواست صنفی، به گشت ارشاد در بین روحانیونی که خودشون یک زمانی مدعی بودن، رفرنس گروپ بودن، جزء گروه های مرجع بودن، اگر این اتفاق نیفته، جریان اصلاح طلبی در جریان اصولگرایی منحل خواهد شد.
اونجاست که اون حاکمیت یک پارچه شکل خواهد گرفت. یعنی ناچارن که برن در یک جهت در برابر مردم بایستن. اگر چنین چیزی رو میخوان میتونن صبر کنن، اما اگر نمیخوان باید تکلیف خودشون رو در جایگاهی که هستن روشن کنن. آقای سفیر میگویند که در جایگاه اصلاح طلبی باید تکلیفشون رو روشن بکنن، یا اینکه باید بین جمهوری اسلامی و معترضان یک طرف انتخاب کنن؟ قطعا باید بین جمهوری اسلامی و معترضان، درخواست رسمی معترضان، لغو حجاب اجباری، نه گشت ارشاد. گشت ارشاد که اصلا ذاتاً فی حد ذاته غیر قانونی بوده. ولی آقای سفیر فکر می‌کنین که لغو حجاب اجباری به همینجا ختم میشه؟ یعنی فکر می‌کنین معترضی که امروز داره فریاد میزنه که جمهوری اسلامی انتخاب من نیست، اگر که به فرض محال فردا آیت الله خامنه‌ای بیاد بگه که من حجاب اجباری رو لغو می‌کنم، فکر می‌کنین اون معترض راضی میشه میره خونه؟ ببینید، همه جریان های سیاسی، همه جنبش ها با درخواست های حد اقلی شروع می کنند، بعد در اثر لجاجت و حاکمیت می رسن به درخواست های حد اکثری. اگر که روزی که ونها را افتاده بود مادران التماس می کردن، روزی که خانم رشنو رو دستگیر کردن آوردن در صدا سیما نشون دادن اون چهره خورد شده رو، به این روز فکر می کردن شاید به اینجا نمی رسیدن. وقتی که ژینا کشته شد نباید توجیه می کردن. کسی استعفا نمیده، کسی مسئولیت نمیپذیره. وقتی که در نظامی کسی مسئولیت نمیپذیره، خواسته های حداقلی یک جماعت معترض، یک ملت معترض تبدیل میشه به خواسته های حداکثری. آقای خامنه‌ای موظف بود در سالگرد پدیده ای که به نام دفاع مقدس در ایران معروف شده در تاریخ ایران، و این همه نکات تاریخی رو دیشب در صحبتشون گفت، به نقش زنان اشاره کنه. در جنگ عراق، در جنگ با عراق، زنان دوشادوش مردان جنگیدن. چرا باید حذف بشن؟ آقای سفیری، الان شاهد قطع اینستاگرام هستیم. بسیاری از شهرها گزارش میشه که اینترنت متاسفانه قطع شده. خیلی ها نگرانی هایی رو دارن که سناریوی 98 دوباره تکرار بشه، خشونت افزایش پیدا کنه. خصوصا معتقدن که با پایان سخنرانی آقای رئیسی و بازگشتش به تهران، امکان سرکوب برای جمهوری اسلامی بیشتر هم خواهد شد. فکر میکنید که در صورت سرکوب گسترده این اعتراضات فروکش بکنه؟ ببینید، اگر که جنبش 88 خاموش شده بود، در 98 نباید اتفاق می‌افتاد. اگر که این جنبش خاموش بشه، 98 خاموش شده بود، الان نباید شاهد حادثه‌ای بودیم. جمهوری اسلامی پیر شده، توانش از دست داده. هر نظام سیاسی برای اینکه در میدان باشه بر علیه معترضان و ملت گردن کشی کنه و خواسته‌هاش بهش تحمیل کنه، به پول احتیاج داره. در درجه اول، در درجه دوم به حمایت بین‌المللی احتیاج داره. الان نداره اینو. جمهوری اسلامی یک نظام کهنساله. آقای خامنه‌ای نماد اونه که 83 سالشه. با اون دختر جوونی که در خیابان موهاش رو کوتاه میکنه، ببینید چقدر فاصله سنی داره. آقای خامنه‌ای آرمانهاش رو باخته. جمهوری اسلامی آرمانهاش رو باخته. و این نسل داره آرمان جدیدی میسازه. به سبک حماسی ایرانی در واقع داره سوگواری و اعلام اعتراض میکنه. اینها باید قدر دانسته بشه. این جریان باید در یک جایی با مردم سر به سر بشه. و مردم الان آمدن با شعاری که انتخاب کردن. ببینید، من فقط یک نکته بگم خانم رحیم‌پور. زن، زندگی، آزادی، یعنی اینکه کیان خانواده در ایران داره تهدید میشه. اگر دختری دستگیر بشه، مادری دستگیر بشه، اون خانواده متلاشی میشه. جمهوری اسلامی خانواده ها رو متلاشی کرده در طی سالهای گذشته. و الان این خانواده ها دیگه نمیخوان متلاشی بشن. این نسل رو دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. حتی اگر که سرکوب رو افزایش بدن، اینترنت رو قطع بکنن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این جریان خاموش شدنی نیست به نظر من. سپاسگزارم. مسئول سفیری، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی با ما. در دقایق اخیر خبرگزاری‌های ایران به نقل از پزشکی قانونی گزارش کردند که بر پیکر مهسا امینی نشانی از ضرب و جرح و کوفتگی دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. این خبرگزاری‌ها نوشتند دکتر مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی، گفته که هنوز نتایج آزمایش‌ها برای تشخیص علت مرگ او روشن نشده، اما پدر او روایت دیگری دارد. گزارش جیار گل رو ببینید. مرگ او جرقه اعتراضاتی را زده که همچون آتش مهار نشدنی به سوی پایه‌های ایدئولوژی جمهوری اسلامی زبانه می‌کشد. اما نام او، تصویر او
به نمادی برای اعتراض به 40 سال قوانین اسلامی حکومت ایران بر زنان مبدل شده است. خشمی 40 ساله از زبان به مشتهای گره شده نسلی 20 ساله. اما او کیست و چگونه جان باخت که این چنین میلیون ها انسان، زن و مرد در داخل و خارج از مرزهای ایران را به خشم آورده؟ در شناسنامه نامش مهسا و در خانه ژینا، به کردی یعنی زندگی. پدرش میگوید همچون نامش سراپا زندگی بود. خوشویسم بود، من کچی گورم بود، بخوا همیشه یعنی لبتوهای قلبم خوش مویست. دختر 22 ساله که در شهرستان سقز در استان کردستان متولد و به مدرسه رفت. دانشجو بود، تازه دانشگاه اروپی سفتی نام منتر بود، قرار بود لعالی مهرب چه دستر کلاسکانی. یک هفته قبل از مرگش به همراه خانواده برای تفریح به شمال ایران می روند. سر راه بازگشت مهسا، برادر 17 سالش و چند نفر دیگر تصمیم می گیرند سری به تهران بزنند. حدود ساعت 6 عصر اینجا در ایستگاه مترو حقانی پیاده می شوند. پس از خروج از ایستگاه گشت ارشاد جلوی آنان را می گیرد. او فقط خواهشی که دوتی با من منالی دی شهرستانم، من منالی تهران نیم، اولین دفعه ما هاتوم در شهری تهران، خواهش که من مبن به زور هر واردیان کرده و لیان داو و داویانا بستریا و انا حتی کراکشم که لوی بوا لکراکش میان داو کراس وشتکه انگشی لبر دا کندو و دراندو یانا. اینجاست که خانم امینی حالشون بد میشه. در این تصاویر منقطع که از صدا و سیمای حکومت ایران پخش شد نشان می‌دهد مهسا می‌افتد و به بیمارستان منتقل می‌شود. امجد امینی به خانواده که در هشتگه مهمان بودند از حادثه خبردار می‌شوند. هر اول لحظه دکتر کنم گشت مثلا به میاوتی اصلا فوتی کرده، اصلا من الله نمی‌آوا. تصاویر دوربین‌های مداربسته مهسا امینی اعلام کرد تمویل برای شفافسازی روی صدا و سیما. در گزارشی به نقل از مسئولان انتظامی میگوید مهسا سکته کرده است و هیچ ضربه‌ای به او وارد نشده. تمام این فیلم ها رو به خانوادش طولانی مدت از لحظه که میاد داخل پلیس امنیت تحقیقی تا میاد میره داخل سالن تا اون لحظه این برای خانوادش کامل گذاشته. اما صحنه‌ای که زور کوتاه سانسور شده خوانی نشان داد که اصلا مورد تایید من نیست. من دعوای فیلمی نو سیاره کم که متاسفانه نیانده، دعوای فیلمی حیاتی فازگاه کم که پیان نشان ندم. لو لحظانه که او کارانیان کربو با گفتی او خانمانه که رکم نتماسیان بود یان لیانده و عزیتیان کرده. روز 25 شهریور بیمارستان کسرای تهران خبر مرگ مهسا را اعلام می کند. صدا و سیما به نقل از مقامات امنیتی میگوید مهسا سر داشته و مرگ او سکته بوده است. این خبر خشم خانواده مهسا را به دنبال دارد. آنها ساکت نمی نشینند و مرگ او را رسانه‌ای می کنند. من هیچ گونه نخوشی یکی نبوه. لطولی ام 22 ساله به خدا قسم اتوانم بیجم حتی مگر سرماخولگی ساده گرت به ولی هیچ گونه عوارض یکی نبوه، هیچ گونه نخوشی یکی نبوه. پس از تحویل جنازه مهسا و بازگشت پیکر او به شهرستان سقز، مقامات امنیتی به خانواده او فشار می آورند که همان شب جنازه را دفن کنند. اما پدرش مقاومت می کند. اصلا سریان و پیچابو هیچی نشان نداد. سریان پاوکو پانسمان ماننده پیچابو. اجازه و این نداد که ما اصلا دست لعظای بدنی بین. اجازه این نداد فیلمی رو بگیرین. اجازه این نداد عکس بگیرین. علی‌رغم محدودیت ها و فشار مقام های امنیتی، روز بعد هزاران نفر از شهروندان سقز برای بدرقه پیکر مهسا به گورستان می روند. زنان روسری را از سر بر می دارند. جرقه اعتراضات زده می شود. اعتراضاتی که همچون آتش به سایر نقاط ایران سرایت می کند.
ژرگل بی بی سی. پدر مهسا امینی روی خط تلفن با ماست. آقای امینی تسلیت بهتون میگم از دست دادن دخترتون رو، خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این بیانیه چیه؟ میگن که پزشکی قانونی گفته که دختر شما کتک نخورده و در گذشته جراحی مغز کرده. خدمتتون عرض کنم من خبرگزاری فارس هم الان یه چند هزاری پیش ساعت 18:50 دقیقه بوده پخش کرده که مهسا امینی در پاساژ یعنی محل کارش چندین دفعه بیهوش شده است. این یه دروغه. اولا تمام مغازه که ایشون رفته کار میکنه همش دو ماهه. این چندین دفعه چجوری پیش اومده که این بیهوش شده باشه؟ اونا اگر راست میگن یه نفر رو پیدا کنن تو همون پاساژ، تو همون بازار، یه نفر شاهد باشه بیاد بگه آقا این خانومه بیهوش شده باشه. اصلا چون چیزی امکان نداره. همش دو ماهه. تو این دو ماه چجوری بیهوش شده است؟ اینا همش دروغه. من اصلا هیچ کدومو تایید نمیکنم. بعد پزشک قانونی ما اون روز ما رفتیم اونجا، رفتیم اونجا جلوه بده، هرچی اصرار کردم نذاشتن من برم داخلش که دخترم رو بینم، هرچی خواهش کردم نذاشتن برم. اون پزشک اونجا هم که اونجا جلوه در ایستاده بود من عکسم ازش گرفتم، دارم عکسو میفرستم ولی متاسفانه نمیشه، نمیتونم به هیچ عنوان بفرستم. اون دختر، اون پزشک هم میگفت آقا من راه نمیدم و هرچی هم دلم میخواد میمیسم، به تو هیچ ربطی نداره. این حرفه، این جواب یه پزشکه. من حتی باهاش درگیر شدم، گفتم آقای دکتر شما قسم خوردی، سوگند خوردی، حداقل حقیقت رو بنویس، دروغ نگو، دروغ نگو، خودتو نفروش به خاطر پول. اینا رو بهش گفتم، حتی باهاش درگیر شدم، به هیچ عنوان نذاشت من برم تو. گفت هرچی دلم میخواد، هرچی بخوام مینویسم، به شما هیچ ربطی نداره. الانم اونی که واقعا میخوان بگن. اینا هیچ کدوم ادانو من تایید نمی کنم، به خدا همش دروغه، همش علکی دارن حرف درست می کنن برای دختر ما. آقای امینی وقتی که شما ژینا پیکرش رو تحویل گرفتید و بردید برای خاک سپاری، آیا تونستید ببینیدش؟ باز کردید صورتش رو ببینید که آیا سرش آسیب دیده یا نه؟ وقتی جنازه‌ش رو تحویل گرفتم ما شستیمش. اینو داخل بیمارستان که من یه جوری پیچونده بودن اصلا مشخص نمیشد، فقط صورتش رو دیدم، پاهاش هم دیدم، پاهاش همش کبود شده بود، یعنی هم پای چپ و هم راستش همش کبود شده بود. چندین بارم خواهش کردم آقا پزشکخانه بیاد اینو ببینه، بران ببینم چرا کبود شده پاهاش. گفتن هر یه ساعت میگفتن الان میاد. الانم که الان ما ندیدیم. اینا باز خودشون دارن دروغ میگن. صورت مهسا رو نتونستین ببینید؟ فقط صورت عادیشو میخواستم میتونستم ببینم، ولی نه پشت سرش رو دیدم، نه این طرفاش رو، این طرفاش رو دیدم. همه رو یه جوری پوشونده بودن، اصلا مشخص نبود، هیچ جاشو نمیتونستی ببینی آیا واقعا هست یا نه. فقط پاهاش مشخص بود، پاهاشم که خودم به چشم خودم دیدم کبود شده بودن اینا. آقای امینی چطور نگفتن که باید کالبد شکافی بشه مهسا قبل از اینکه به خاک سپرده بشه؟ چطوری میخوان تحقیق کنن بدون کالبد شکافی؟ کالبد شکافی کردن اون موقعی که فرستادن پزشک قانونی، من عرض نمی‌کنم، میگم خودم باهاش بودم ولی به هیچ ایمان نذاشتم من ببینم. هرچی اصرار کردم اصلا قبول نکردن، گفتن آقا ما خودمون میخوایم، هرچی بنویسیم به شما هیچ گونه ارتباطی نداره دیگه. اینو من اصلا ندیدم، نمیدونم چی کار کردن، نمیدونم چه برای به سرش آوردن. با اون دکترم حتی عکساشم گرفتم ازش، عکساشم گرفتم، گفت آقا به شما مربوطی نیست، من خودم مینویسم، تو چه کاره ای؟ بیرونم کردن، اصلا نذاشتم. صدا سیما اومده بود اونجا، حتی اونها رو هم نذاشتن برن تو. گفتن ما هر چی دلمون میخواد انجام میدیم. آقای امینی خبرگزاری فارس و نور و تسنیم که سپاه نزدیکن به نقل از پزشکی قانونی گفتن که هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن مهسا دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. آیا جراحی کرده بوده مغز شما؟ اینا دروغ میگن، برادر من، خواهر من، اینا دارن دروغ میگن. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته. اونا دارن مثلا خبرگزاری فارس الان گفته محل کارش، همه محل کارش دو ماه بوده. تو این دو ماه گفته چندین بار بیهوش شده. از کجا بیشون؟ هیچ خبری را من تایید نمی کنم. آقای امینی آیا به شما فشار میارن که صحبت نکنی؟ الان نه، نیومدن پیش من چیزی نگفتن. واقعیش اینه با من چیزی کسی نیومده، هیچی نگفتن، ولی من خودم میترسم از خودم. آقای امینی تصاویری که منتشر کردند این
تلویزیون صدا و سیما نشون میداد که لباس ها عده معتقدن لباس ها متفاوته. اون لباس چی پوشیده بود مهسا زمانی که گرفتن؟ خدا قسم لباس همونی که تو تلویزیون خودشان نشون دادن، لباسش واقعا پوشیده بود. حتی اینم شنیدم چرا گفتن پوشاکش رو مانتوش رو عوض کرده. به خدا اینم مانتوش رو عوض کردیم، همونی که بوده اول پوشیده همون بوده. حتی گفتن شنیدم گفتن یه پارک نمیدونم طالقانی چیه اونجا رفته، اصلا پارک دیگه این نرفته، این از مترو که پیاده شده بعد از دو سه دقیقه اونجا دستگیر شده، اصلا به پارک نرسیده. شما با کسای دیگه‌ای که توی همون ون پلیس بودن تونستین صحبت بکنین؟ میدونن که تو اون لحظه بازداشت توی ون چه اتفاقی افتاد؟ من اون موقع اونجا نبودم، اونایی که بیرون اومده بودن، پسرم اونجا بود، اونا اون خانما گفته بودن آقا ایشون رو داخل ون زدن، داخل پاسگاه زدن. فیلمی هم که به من نشون دادن داخل، من اونجا یه فیلم کوتاهی بهم نشون دادن، همش سانسور شده، اصلا هیچ چیزی رو مشخص نمی‌کرد، اصلا معلوم نبود این فیلم از کجا درست شده. دو دقیقه قد آقای امینی، متاسفانه ارتباطمون قطع شد. همونطور که شنیدید، پدر مهسا امینی تاکید میکنه که هر آنچه که درباره بیماری مهسا، درباره جراحی مغز گفته میشه دروغ محض. آقای امینی، دارین صدای من رو؟ به چی بگم؟ آقای امینی، صدا تو یه لحظه از دست داریم. فکر میکنین چی شده دقیقا؟ شما خودتون فکر میکنین چه اتفاقی افتاد دقیقا؟ من میگم دخترم متاسفانه ارتباطمون قطع و وصل میشه با پدر مهسا امینی، اما همطور که شنیدید و تمام ادعاهای خبرگزاری‌های نزدیک به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران رو رد کرد و گفت اجازه به من ندادند که مهسا رو ببینم، اما پاهای او کبود شده بود و با وجود اینکه کالبد شکافی شده، گزارش درستی به پدر مهسا امینی داده نشده. آقای امینی تاکید کرد که هیچ یک از ادعاهایی که تا الان مطرح شده صحت نداره. آقای امینی، صدای من رو میشنوی؟ بله بله. فکر می‌کنید چی شد دقیقاً؟ فکر می‌کنم اشکال داره، اینترنت مسئله داره متاسفانه، و به نظر میاد که دارن تلاش میکنن که این خط ارتباطی رو قطع بکنن. میدونیم که به دلیل ادامه اعتراض‌ها در ایران بسیاری از شهرها مشکل اینترنت داره. آقای امین، امیدوارم صدای من رو بشنویم. ما هنوز امیدواریم که بتونیم دوباره صدای شما رو بشنویم. خیلی دلم میخواد بدونم فکر می‌کنین دقیقاً چی شد. اینم خدمتتون عرض کنم، الان رفتن مثلا محل کار جمهور پاساژه به مغازه ها گفتن آقا این دختره جلوی بیمارستان کسا خودکشی کرده. بابا چرا دروغ در میاری؟ این از خدا کجا خودکشی کرده؟ شما خودتون بردی بیمارستان. این خودکشی این دختره من از کجا بوده؟ من نمیدونم اینا از کجا در میارن واقعا. بابا راست بگو، حقیقت بگو. فکر میکنید حقیقت چی آقای امینی؟ بله حقیقت اینه. متاسفانه صدای آقای امینی قطع میشه. صدای منو دارین هنوز؟ اما ژیار گل خبرنگار ما هم در استودیو با ماست که گزارشی زده. ما کماکان تلاش میکنیم که ارتباطمون رو برقرار بکنیم با پدر مهسا امینی. شنیدیم اما صحبت های آقای امینی رو مبنی بر اینکه فضای امنیتی که کالبد شکافی درش انجام شده و اینکه اجازه ندادند اساسا درست خانواده ببینن که چه اتفاقی افتاد. حقیقتا این موضوعیه که بسیاری از بستگان آقای امینی، ما باشون در تماس بودیم، غیر مستقیم صحبت کردن، و همچنین اگه به خیلی از صحبت‌های کسایی هم که من تلاش کردم که هم مدرسه‌ای ژینا یا مهسا بودن در سقز پیدا بکنیم، و از اونا هم ما غیر مستقیم پرسیدیم، گفتن سابقه همچین بیماری که مهسا عمل جراحی داشته باشه نداره. به همین جد اگه نگاه کنی تمام داده‌ها رو بغل هم بذاریم، خب واقعیت اینه در گذشته متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران شده که واقعیت رو نگفتن، ولی صحبت‌های آقای امینی به نظر میاد از روز اول همون حرف رو زده و الانم تکرار میکنه. و حتی چند ساعت پیش من از کسی پرسیدم که اگه امکان داره برن اونجا ما بتونیم ببینیم، صحبت کنیم با افرادی دیگه در اونجا، میگفتن خیلی از فرماندهان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به نام تسلیت همشون در اون منطقه هستن.
متشکرم ازت جیار گل. همطور که شنیدید در این گفتگو، پدر مهسا امینی تاکید کرد که مهسا امینی هیچ مشکل پزشکی نداشته، مغزش رو جراحی نکرده بوده، هرگز در محل کارشون طوری که رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن قش نکرده، یک دختر جوان سالم بوده که سوال درباره اتفاقی که براش افتاده سوالیه که نه تنها برای خانواده مطرحه، بلکه برای بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان در سراسر جهان الان مطرحه. و اما گروه هکری انانیمس یا ناشناس که از معروف ترین گروه های هکری دنیاست، در پیامی ویدیویی بعد از مرگ مهسا امینی خطاب به مردم ایران گفته که در کنار اونهاست. گزارش شده که این گروه تعدادی از وبسایت‌های حکومتی در ایران را هک کرده، از جمله پایگاه اینترنتی دولت و سایت بانک مرکزی. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. معروف‌ترین گروه هکری جهان اعلام جنگ کرده علیه حکومت ایران. گروه انانیموس که ترجمه فارسیش میشه ناشناس، دیروز با انتشار این ویدیو جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی رو شروع کرد. Greetings citizens of Iran. This is a message from Anonymous. To the dictator Ibrahim Raisi and the Iran government. Violence against women is a cruelty that has been seen in Iran for years. Mahsa Amini is the last victim of the murderer Iranian state and the so-called morality police. در نهایت وعده حمایت از معترضان ایرانی رو دادن. Censored your people, social media and other communications to suppress knowledge of your crimes against them. Now Anonymous will shut you down and your own people will remove you from power. It's too late for expect us. We are here. بعد از انتشار این ویدیو، انانیموس اعلام کرد که سایت دولت ایران رو هک کردن. بعد سایت دیگری از دولت رو پایین کشیدن و گفتن پایگاه داده ها کاملا پاک شده. ما شما رو نمی بخشیم. هشتگ عملیات ایران. جنگ هم با اینجا تموم نشد و نوبت به بانک مرکزی ایران رسید با این پیام: بانک مرکزی ایران رو پایین کشیدیم. از پول های آغشته به خونتان نمی توانید استفاده کنید. زنده باد ایران آزاد. و بعد از چند ساعت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران رو هک کردن. این بار هدیه‌ای هم دادن. 30,000 سند از بانک داده های خبرگزاری فارس رو منتشر کردن. پیامی هم برای مردم ایران داشتن: ما در این انقلاب پیروز می شویم. با عشق از طرف انانیموس. به رسانه های جعلی هم لعنت فرستادن. سخنگوی بانک مرکزی اما خبر هک شدن وبسایت رو تکذیب کرد. گفت عملیات دیداس بوده، یعنی بمباران درخواست بازدید از سایت بیش از ظرفیت سرور که باعث میشه سایت دیگه بالا نیاد. اما زمانی که گفتن مشکل حل شده هم وبسایت در دسترس نبود. همزمان وبسایت‌های دیگه‌ای هم از دسترس خارج شدن، اما انانیموس فعلا اعلام نکرده که کار اونهاست. وبسایت تلویزیون ایران مثلا، یا وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه سانسور محتوا رو داره، و وبسایت خامنه‌ای.ir که سایت رهبر جمهوری اسلامیه. اما این گروه انانیموس یا ناشناس کی هستن اصلا؟ اصطلاحاً هکتیویستن، کلمه‌ای که از دو بخش تشکیل شده: اکتیویست که یعنی کنشگر، و هک کردن، کنشگرهای سایبری. در واقع در اعلامیه‌شون میگن هدفشون آزادی اطلاعات، آزادی بیان، پاسخگو نگه داشتن شرکت‌ها و دولت‌ها و همچنین حفظ حریم خصوصی است. این گروه با این ماسک‌ها هم شناخته میشن که به صورتک گای فاکس معروفه. از تظاهرکنندگان ایرانی هم خواستن که با اینها به خیابون برن. اما انانیموس تنها گروهی نیست که حکومت ایران رو هدف گرفته. گروهی به نام عدالت علی هم بارها این کار رو کرده. آخرین بار دیروز در ویدیویی که برای ما فرستادن نشون دادن وبسایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو هک کردن. پیشتر هم دوربین‌های مداربسته زندان‌های ایران رو هک کرده بودن. تصاویری که از داخل زندان اوین منتشر کردن جنجال به پا کرد. حکومت ایران حالا نه تنها در کف خیابون، که در فضای مجازی هم موجودیتش به چالش کشیده شده. اما واکنش‌های بین‌المللی به مرگ مهسا امینی در سراسر جهان ادامه دارد، از جمله در استانبول ترکیه. خانواده همخوانان جاز ماگما و بوغازایچی، اثری رو که در همبستگی با معترضان ایرانی و جنبش اعتراضی زنان ایران اجرا کردند برای افزایش آگاهی درباره مقابله با خشونت به مهسا امینی و همه زنان ایرانی تقدیم کردند. با بنیانگذار این گروه صحبت میکنیم، اما اول این اجرا رو با هم ببینیم. قزلچکلار
سازنده این اثر این رو در توییترش منتشر کرده و ده ها هزار بار مورد پسند کاربران قرار گرفته و همچنین چندین و چند بار روی توییتر به اشتراک گذاشته شده، موضوعی که برای بسیاری از زنان در بسیاری از نقاط جهان خصوصا در کشورهای محافظه‌کار و افراطی قابل درک و ارتباط برقرار گرفتن. تلاش میکنیم که با بنیانگذار و مدیر هنری این اثر صحبت بکنیم، اما هنوز ارتباطمون باهاش برقرار نشده. و اما اجازه بدید همطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، ماندانا خضرایی مهمان ابتدای برنامه ما که خواننده و ترانه‌سرا هستند هم امروز کاری رو منتشر کردن به نام مژده سحر در ارتباط با مرگ مهسا امینی و اعتراضات پس از اون. ببینیم با هم. جدیدترین اثر ماندانا خضرایی بود. اما ارتباطمون با ماسیس آرامگزبک، بنیانگذار و مدیر هنری خانواده همخوانان جاز ماگما و بوغازایچی برقرار شده از استانبول. خوش آمدید به برنامه آقای گزبک. چی شد که تصمیم گرفتید اثرتون رو به مهسا و زنان ایرانی تقدیم کنید؟ سلام به شما. باعث افتخار منه که در مورد این ویدیو اینجا صحبت بکنم. این ویدئویی بود که ما چند سال پیش با گروه کورمون آماده کردیم برای روز جهانی زن، و وقتی به این روزها رسیدیم برامون واقعا سخت بود که تمام این اخباری رو که از ایران بیرون میاد و اون اتفاقی که برای مهسا افتاد رو ببینیم. شاید او یکی از میلیون ها نفر بود که تبدیل شد به نماد این مسئله. امروز صبح فکر کردم ما باید این ویدیو رو به اشتراک بذاریم و اون رو تقدیم بکنیم، اول از همه به مهسا و بعد از اون به تمام زنانی که برای حقوقشون مبارزه می کنند. من تصمیم گرفتم این ویدیو رو به اشتراک بذارم به این دلیل که این ویدیو میگه که ما قوی تر هستیم اگه همه ماها با هم متحد باشیم، مردان و زنان در کنار هم. برای من بسیار مهمه بعد از اینکه این ویدیو رو ما پست کردیم و تقدیمش کردیم به مهسا در ایران، فکر میکنم شاید واقعا پیام‌های بسیار زیبایی نه فقط از ایران بلکه از همه جهان دریافت کردم. برای من خیلی خوشحالم که ما این کار رو کردیم و حداقل تونستیم یه بخشی به میزان که از دستمون برمی اومد حمایت بکنیم از کسانی که دارن
برای حق خودشون در ایران می جنگن. سپاسگزارم از ماسیس آرامگز بک، بنیانگذار و مدیر هنری خانواده همخوانان جاز ماگما و بغازچای، اثری که تصاویرش رو دارید میبینید. ممنونم از شما و همچنین از شما که با 60 دقیقه امشب همراه بودید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. اعتراضات در ایران ادامه داره، پوشش اون هم در بی بی سی فارسی ادامه داره. با ما بمونید، در بخش‌های بعدی خبری بیشتر به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. شب خوش.